کار. حتما بیننده باشید تا لحظات دیگر این گفتگوی جذاب رو ببینید و بشنوید. اما من میخوام از محضرتون خداحافظی بکنم و آرزوی صحت و سلامتی بکنم برای دو عزیزمون. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. صدا ما نگونم. احمد جان قربونتون برم. آقای دکتر خوش باشم. تنهاتون میگذرم و من با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. خب ممنونم نظام جان. خب گفته ها رو آقای نظام اسلامی اشاره کردن تا آقای دکتر پیرهانی هستن. مسلط به 22 زبان. خیلیه آخه. من همینجاشم الان خیلی از دوستان که میشنوین نهایت یکی دو تا زبان بلد باشن، مسلط باشن، حالا بلد بودنش بحث دیگر، چرا و چگونش رو اطلاعات دیگر رو بذارید از خود آقای دکتر بگیرم. آقای دکتر سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و متشکرم و خدمت همه بینندگان عزیز برنامه استوب بخیر. من البته من یک توضیح رو خدمتتون عرض بکنم. من احساس میکنم که حدوداً یک ماه پیش بود که برنامه استوب بخیر ایران رو برای اولین بار شرکت کردم و قرار بود که انشالله تو این برنامه شما الان مسبوق به سابقه هستید و قرار بود که انشالله تو این برنامه دیگه بریم سراغ اساسا آخرین بحثی که راجع به صحبت کردیم راجع به سیستم آموزشی وزارت آموزش پرورش بود و مدارس نتیجه لازم و مکفی رو نمیگیرن و اصلا چرا ما در واقع در آموزش اساسا مشکل داریم که من احساس میکنم که شاید تو یادگیری هم یه خود مشکل داشته اصلا چه سال چه نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ما در واقع مشکل اصلی ما یادگیری هست. یعنی اگه این رو بیایم در سطوح ابتدایی مدارس بررسی بکنیم متوجه میشیم که خیلی از دانش آموزان ما، خیلی از حتی متاسفانه دانشجویان ما در یادگیری مشکل دارن. خب این علت رو باید در این جست که ما متاسفانه از لحاظ شناختی کار خاصی رو برای بچه‌ها قبل از اینکه وارد مدرسه بشند نمی کنیم. یعنی یه آمادگی ذهنی داشته باشند. دقیقاً. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیاییم بچه ها رو از لحاظ یادگیری آماده بکنیم. حالا چطوری امکان داره؟ من یک مثالی رو خدمتون عرض بکنم. ببینید این فرهنگ متاسفانه در کشور ما وجود داره. پدران و مادران ما خیلی دوست دارن بچه هاشون چند تا زبان یاد بگیر. آره. غافل از این که این رو بررسی نکردن که آیا بچه‌شون فعلا مستعد یادگیری یک زبان خارجی هست یا خیر. من نمیدونم واقعا این چه عجله‌ایه که خانواده های ما دارن. یعنی تا 4 سالش میشه 3 سالش میشه رو پاش را میفت را میره میگن آقا بچه‌مون رو کلاس زبان ثبت نام کنیم و میبینیم که واقعا اون نتیجه‌ای که بخشش برمیگرده به چشم و همچشمی دکتر جان. خب مثلا بچه فلانیمون آره از بچگی گذاشتنش کلاس چرا بچه من نباشه؟ این البته یه دلیلش ها نه هزاران دلیل ممکن داشته. خب ببینید صحبت من یه چیز دیگه است. من میخوام بگم که بحثی رو که ما امروز داریم این هستش که ما بیاییم کودکانمون رو قبل از یادگیری ها بررسی بکنیم. ما متاسفانه به همه میگیم برید یاد بگیرید ولی نمیگیم چطوری باید یاد بگیرید و نمیگیم که کی باید یاد بگیرید. یعنی اتفاقا من احساس میکنم که سیستم آموزشی نوین دنیا باید به این سمت بره که بگه اصلا چه کسی یاد بگیرد، چه کسی یاد نگیرد، چه کسی در چه سنی یاد بگیرد، چه کسی کلن اون موضوع رو یاد نگیرد. یعنی میدونید ما یک گروه پژوهشی رو این موضوع کار کردیم که افراد رو برای یادگیری مورد مطالعه قرار میدیم. اولا در چه سنی زبان رو شروع کنیم؟ آیا پتانسیل یادگیری در حال حاضر وجود دارد؟ اگر ندارد دوره پیش آمادگی لازم هست؟ این نکته بسیار بسیار مهمه. ما پیش آمادگی هامون مشکل داره. خیلی جالبه به بچه ریاضی میخواییم به زور یاد بدیم، فیزیک میخواییم یاد بدیم، به اون بچه معرفت یاد ندادیم. یعنی من میخوام بگم که بحث آموزش زبان رو بذارید کنار، پیرهانی 22 زبانه رو بذاریم کنار، بیایم راجع به یادگیری صحبت کنیم. من اینو میخوام بگم که در یادگیری زبان ما متوجه شدیم بچه‌هایی که بیشتر از حافظ، سعدی، مولانا حفظن، شعر حفظن
این افراد راحت تر می توانند یک زبان خارجه رو یاد بگیرن. این به خاطر اینه که شاید تمرین می کنن برای حفظ کردن. چند تا دلیل داره. یکی این هستش که حفظشه سطح هارمونی مغزو بالا میبره. دو، در واقع زبان آموز یا بهتر بگم دانش آموز در مفهوم عام راحت تر میتواند که منطق یادگیری رو به خاطر دقیقاً به خاطر داشته باشه و بتونه بر اساس اون منطق، چون به هر حال شما ببینید قافیه داره، ردیف داره و اینها تماماً به مغز، به ذهن انسان این توانش رو میده که در واقع بیاد خودش الگوبندی بکنه و خودش بتونه مرتب بکنه. ما در بحث آموزش زبان زمانی ما میتوانیم نتیجه بگیریم که بیایم مسائل شناختی رو در افراد بررسی بکنیم. اگه بخوایم یک زبان خارجه رو یاد بگیریم، اول باید بیایم چیکار بکنیم؟ پیش مهارت‌ها رو یادگیری رو روشون کار بکنیم. یعنی چی؟ اگه ما در مهارت شنیداری مشکل داریم، دلیلش این هستش که ما حساسیت شنیداریمون اشکال داره، توجه تقسیم شدهمون اشکال داره، حافظه کوتاه مدتمون ایراد داره. اول باید اینا رو بیاین تو زبان فارسی روش کار بکنیم. درست. آیا ممکن هستش که ما به بچه‌مون ریاضیات بدیم ولی تا حالا بچه‌مون در سن تا سن 5 سالگی یک بار گل بازی نکرده باشه، یک بار با اسباب بازی بازی نکرده باشه؟ آیا این احتمال داره؟ گل پیدا نمیشه که توی آپارتمان کوچیکی خونه سازی نکرده باشه. آره. یعنی چی؟ یعنی من میخوام بگم که ما روی مسائل شناختی باید بیش از یادگیری کار کنیم. ایجاد انگیزه هم آیا میشه کرد توی این سن یا ندکتور؟ ببینید یعنی انگیزه باشه که حداقل چه برای پدر مادر چه برای بچه که بره دنبال این کار، یعنی این انگیزه رو باید داشته باشه. یک مشکل وجود داره. من حالا میگم پیرهنی کم به وزارت آموزش پرورش انتقاد کن. من اتفاقا به نظرم نه بحث انتقاد من اتفاقا من نظرم این هستش که وظیفه من هست، وظیفه شرعی و انسانی و اخلاقی من هست که به وزارت آموزش پرورش انتقاد مستقیم بکنم. ببینید اختلاف پدر مادران ما با کودکان ما زیاد شده. آموزش پرورش اینجاست که باید وارد بشه. یعنی چی؟ میبینیم که بچه دو تا زبان بلده، کلی از در واقع پدر مادرش تو زمینه یادگیری جلوتر افتاده، اطلاعات عمومیش اینجاست. چون ما متاسفانه این دیگه ربطی به آموزش پرورش نداره. پدر مادرها نه پدر مادرها باید خودشون ببینید. سعی بکنن خودشون رو خب من میخوام بگم این مسئولیت به عهده کیست؟ ما چند تا برنامه آموزشی خوب تو شبکه‌های خوب تو شبکه‌های پربیننده هفت شب به بعد داریم؟ ما اصلا داریم چنین چیزی رو؟ شبکه آموزش رو بذاریم کنارا، من میگم یک شبکه‌ای که واقعا مردم ببینند. دو، اول مهر ما، من اینو میگم همیشه، اول مهر ما اول مهر پدر مادر رو باید باشه. ما اولین کاری که باید در بحث آموزش بکنیم اینی که اختلاف پدر مادر والدین رو بیاییم با بچه ها کم بکنیم. سه، کودکستان ها رو تبدیل به مکانی بکنیم که در آن بچه ها از لحاظ شناختی دارن آماده میشن، از لحاظ کاگنیتیو دارن آماده میشن. من خیلی ساده تر بگم، ما باید کمک کنیم اتفاقاتی در مغز بچه هامون بیفته، در ذهن بچه هامون بیفته که بتوانند خودمختار آموزش خودشون رو جلو ببرند. و در واقع به قول من واژه لاتینشو ببخشید چون خیلی هم دوست ندارم، ولی به خاطر اینکه حالا شاید یه رفرنس علمی باشه، مرجع علمی باشه، اتانومس لرنر که ما در غرب این میگیم بهش میگن اتانومس لرنر، زبان آموز مستقل، زبان آموز در واقع خود مختار. یه بحثی رو که ما باید در واقع در آخر بهش توجه بکنیم این هستش که زبان آموزی خیلی آسونه. خب واقعا به مفهوم، ولی باید زمینش آماده باشه، ولی چند تا چیز رو نیاز داره که من احساس می‌کنم که حداقل یه جنبندی بکنیم. آره بعد نمیدونم چرا وقتمون هم کمه. آره حسین آقا وقتمون کم هست. یک، زبان آموز رو با واژگان کلیدی و ضروری اون زبان آشنا بکنیم. خب یک،
یه نکته جالبی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از زمانی که ما بلند میشیم، فرض کنید امروز، تا زمانی که ما میخوابیم، فرض کنید حالا ساعت 12 شب، چیزی حدوداً 150 تا 160 تا لغت بیشتر استفاده نمی‌کنیم. زبان مادری رو تو زبان مادری، یعنی ببینید فرکانسی یا تداول واژگان رو بزنید کنارا، احتمال داره شما تاکسی رو 10 بار استفاده کنید، نه یک بارش رو حساب بکنید. پس این نشون میده که چی؟ ما برای یادگیری یک زبان خارجه نیازمند به دانستن واژگان زیادی نیستیم. یه موضوع دیگه خدمتتون عرض بکنم، بچه های ما در مدارس چند سال زبان میخونن؟ من میخوام این رو خدمتتون عرض کنم امروز به عنوان نکته جای چند سال میخونن؟ شما از راهنمایی حساب کنید. آره، راهنمایی که البته برداشته شد، ولی خب از ششم به بعد دیگه 10 سال میشه. ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. 10 سال میشه در مجموع؟ آره، ما همین حدود باید باشه. چرا دانش آموز ما که در مدارس 10 سال داره زبان میخونه، در طول این 10 سال 100 تا واژه ضروری خوب بلد نیست استفاده کنه؟ من دیگه حرفی ندارم. نه، من فکر می‌کنم انگیزه نیست. اگه اون انگیزه باشه و بهش گفته بشه که آقا جان مثلا این زبان رو یاد بگیری برای این کاری که یا هدفی که برای آینده در نظر داری این به درد می‌خوره، یعنی این انگیزه رو ایجاد بکنی، این دلیل رو برش بیاریم، فکر می‌کنم خیلی بهتر باشه. ببینید انگیزه رو که خانواده نمیتونه فقط ایجاد بکنه. من می‌خوام بگم به هر حال خانواده یه بخششه. یعنی پایش رو خانواده می‌گذاره، بعد اون وقت می‌بینی آموزش یک بستر حکومتی است. من اینو بگم لطفاً بعد حرف منو قطع نکنید، لطفاً ببخشید. من می‌خوام بگم ما می‌تونیم پلیس رو به بخش خصوصی بدیم، آموزش پرورش رو نمیتونیم این کار رو بکنیم تا زمانی که خود حکومت مستقیم حکومتی ماجرا رو بررسی نکنه و پیگیری نکنه. ما در آموزش نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. یعنی چی؟ یعنی ما آموزش رو تقسیم کردیم، یه قسمتیش رو دادیم غیر انتفاعی ها، یه قسمتیش رو دادیم مؤسسات آموزشی و می‌بینیم که نقش حکومت در آموزش ما خود شخصا خیلی ضعیف. وقتمون تموم شد، ببخشید. 7:49 دقیقه است، باید خداحافظی بکنیم تا هفته دیگه. یا علی مدد، خدا نگهدار. مردم این سرزمین از خدا میخوان قدم‌های خوشبختی رو با عشق، به اعتماد تو با آرامش میان. سرزمین ام با کلی اعتقاد شکوتاه نمیاد، ثابت کرده اگه خدا بخواد. سرافراز وطن با عشق و اتحاد. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من.